چون میبرین اینجا میبینید به این شکل به صورت فلشه. این میشه تغییرش داد. چه جوری؟ میاد اینجا در واقع روی عادتون یا اون حالتی که در واقع وقتی که میخواد بره روش قرار بگیره، حالا نیاز نیست حتما هاور باشه، میتونه تو همه حالتی باشه که حتی روش میره. یعنی اینجا یه چیزی به نام کرسر، خب کرسر تا دلتون بخواد میتونی یو آر ال میتونی بدی، مثلا عکس براش انتخاب بکنی، وقتی میری روش یه دونه مقدار عکس باشه، حالا عکس اینجا نداره، مثلا وقتی داره روش میره مثلا داره رو المنت میره یه عکس باشه، حالا هرچی بزنید دنبالش میگه، پوینتر باشه، پوینتر مقداری که من کلا تو کارم استفاده میکنم. پوینتر چجوریه میبینی دستشو، خب بیاد یه چیز دیگه بشه، مثلا الیاس بشه، نمیدونم الیاس چی، این شکلی میشه، مثلا مقادیر دیگه کپی بشه، این شکلیه مثلا عکس کپی، یا مثلا چون هلپ بشه، موارد که هستش میبینی هلپ کدومش پر کاربرد. خب من فقط از من با هم پروژه فقط از پوینتر استفاده کردم، مثلا به این شکل کرسر مثلا پوینتر. آیا عکس مثلا میتونید، من عکس نذاشتم واقعا، حالا توییتر سرچ بکنم فکر کنم باشه، مثلا بزنید ایمیج کرسر فور وبسایت، مثلا فور سی اس ایمیج فور کرسر چی هست. آه میبینید در واقع شما میتونید ازش آره بیایید مثلا یه دونه از اینا انتخاب بکنید که کارتون مثلا چیه، مثلا این خوبه، بعد هم بزنم روش کلیک بکنیم و پی ان جی هم هست، یه کپی نکن یه کپی ایمیج آدرس میزنید اگه میزنید روش و باز نمی کنه انشالله که این دیگه چاره، مثلا سیو از پی ان جی هم باید باشه، نه جی پیگه. میایید اینجا و حالا بس میره رو میزنم کرسر، خب و یعنی بازم نمی کنه به خاطر اینکه این فیلتر یحتمه این عکسش رو باز ببینید بک‌گراند داره. خب این فتوشاپ رو نصب کردین، خب حالا کم کم فتوشاپ فیلم ها رو ببینید، فتوشاپ متوجه من میبینید مثلا شاید 4 تا 5 تا بیشتر آیکوناش استفاده نمی کنم، ولی خب میدونم اکثرش رو میدونم چی هست، یعنی باشون پی اس تی زدیم، البته پی اس تی هایی که زدم افتضاح بوده چون گرافیست نیستم، ولی خب در کل مثلا میبینیم پی اس تی خیلی قشنگه، در واقع گرافیس میاد هر کار کنترل او میزنیم و مثلا ایشون رو بازش میکنید، پشتش رو میزنید، اگر قفل داشت میزنید دوباره روش اوکی رو میزنید که قفلش برداشته بشه. یه دونه هم چیز داریم اینجا به نام کراپ، خب ببخشید ماجیک اگه اشتباه نکنم ایشونه، این ماجیک ون تول رو میزنید پشتش رو برداره اصطلاحا، خب این الان پشتش یه سری خدچینه، شما ممکنه عکس میخوای برداری مثلا عکس ایموجی، حالا بعدا این مقدار فتوشاپ با هم یه کوچولو کار میکنه، یه عکس ایموجی فقط میخوای عکس ایموجی رو برداره، پشتش رو نمیخوای، اون سفیده رو نمیخوای، اینو روش کلیک میکنی و دیلیت رو میزنی، یعنی الان پشت اینو برداشت، واقعا این پشتش نیست، بعد پی ان جی سیو میکنی، جی پگ پشتش رنگ میندازه سفید میکنه، خب فقط پی ان جی، یعنی اینجا کنترل شیفت آلت اگر بخوای عکس رو به صورت وب سیو بکنی کنترل آلت شیفت اس میزنی میاد اینجا، حتما در واقع پی ان جی باشه، ترانسپرنسیش هم فعال میکنی که پشتش خالی باشه و اینم که حجمشه ویتسش هم میگه 299/168، من یه مقدار کوچولو میکنم چون حجم میزنم و احتمال داره چیز بشه، در واقع تغییر بکنه 25 میکنم و سیو از میزنم اوورراید بشه، در واقع اونجا اوورراید هم نشون، چرا چون یه تولید کرد، آره یه کنترل سی میزنم میام تو پروژم و یا آی ام جی میزنم و اینجا مثلا ایمیجز میزنم، ممکن شما بخواید کرسر خودت استفاده کنید، اینم هستش بعد بلد بشی بسازیش، پیس میزنیم و اینجا بیام اینجا خود اگه دقت بکنی یو آر ال رو داره، دو نقطه میزنه میام بیرون ایمیجز و کرسر، ببینیم کار میکنه یا نه، یا اینکه واقعا یه چیزی هستش که خودش گفت. اینجا برای ما
هیچ اتفاقی نیفت. آره چرا میگه باید بذارم یه دفعه دیگه یو آر ال رو دارم بذارم، احتمالاً نحوه استفاده کردنش قاعده داره. فکر کنم از سایز مایز هم بهش بدیم. حالا یو آر ال نقطه ایمیجز و کرسر، حالا مثلا بیاد بشه 25 25. یه بزنیم یه هلپش رو ببینیم، من حالا براش چیز نذاشتم. بزنیم مثلا کرسر URL ایمیج ببینم چی میگه. یکی از سایت های خوب های CSS تریکس رو در واقع تو ذهن رو باشه، همه شون هم فیلتر. آه مثلا این یه دونه اینجا هستش مثلا گذاشته نحوه یو آها اینجوری داره در واقع میزنه، یه یو آر ال رو بهش میدی 4 12 مثلا اتوبی می چی هست. من این رو این مقدار رو بذارم ببینم آیا درست میشه. این قاعدش احتمالا این شکلیه بعد استفاده بشه. مثلا باید بگیری مثلا 4 12 ببینیم چی میشه. حالا من تا حالا میگم تا حالا ازش استفاده نکردم. ببینید اومدش قاعده. یه سری چیزا هم بلد نیست، من خودم واقعا بلد نبودم سرچ کردم. خب حالا آدم که ابایی نداره که من استفاده من چون میگم همه چی با کرسر پوینتر استفاده، ولی خب الان اومدم در واقع پیاده کردم دیدم این شکلی شد. 4 12 رو ببین تعقیب بدیم مثلا بکنیم 10 12 ببین چه اتفاقی میفته. هیچ اتفاقی نمیفته. بکنم اکثر من خیلی کوچولو کردم 25 درصدش کردم میشه کشم، ولی خب نگاه کنیم به این شکل در واقع میتونید ازش استفاده کنید. بعد بشه یه چیزشو بخونی، اسم خوبی داره، داکیومنتشو بخونید. خب من چون واقعا به کارم نمی اومد ازش سال استفاده نکرده بودم، ولی الان اومدم استفاده کردم و یه نکته جدیدی هم بود برای خودم. ببینم کرسر بعد هم نیم مثلا کرسر قشنگی میتونی برش بزنی، صرفا کرسر خود میتونه مثلا یه کرسر یه شکل دیگه ای باشه و به این شکل پیاده شد.